خدا رو شکر به خاطر کلام زنده خداوند که به ما زندگی میبخشه و حیات میده. انجیل یوحنا رو بررسی کردیم تا به باب 14 رسیدیم و واقعا زیباست. میبینیم که عیسی مسیح خدمت خودش رو انجام داد و در آخر نشون داد که باید مردم فروتن باشن و همدیگر رو خدمت بکنن و همدیگر رو محبت بکنن و این اتفاق در باب 13 افتاد. یوحنا باب 13 تا یوحنا باب 17 یکی دو ساعت بیشتر نیست، تا آخر 17 و بعد دستگیری عیسی در یوحنا 18 اتفاق میفته. اینجا هنوز در شام آخر هستن و عیسی مسیح داره صحبتاش رو ادامه میده. پس سر شام نشسته بودن در باب 13، عیسی مسیح پای شاگردان رو شست و گفت که یک نفر منو خیانت میکنه. پتروس گفت که هر کس خیانت بکنه من تو رو خیانت نمی کنم. عیسی مسیح گفت که چرا سه بار برای این کار خواهی کرد؟ بعدا میبینیم که بله سه بار این کار میکنم. ولی عیسی مسیح اینقدر آغاست که یه فرصت مجدد بهش میده و سه بار ازش میپرسه که منو دوست داری؟ در یوحنا 21. ولی یهودای عسخریوتی مثل پتروس نیست، بعدا خواهیم دید که او توبه نمیکنه و خودکشی میکنه، مثل همون آقایی که مشاور داوود بود در مزمور 41 و خیانت کرد و آخر خودکشی کرد، اونم یهودا است. ولی اینجا عیسی مسیح میگه دل شما مضطرب نشود. در یوحنا باب 14 آیه 1، بیایید آیه 1 تا 4 رو بخونیم. دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا به شما میگفتم، میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم. و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد، تا جایی که من می باشم شما نیز باشید و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. بعض موقع خانم من خیلی مثلا می ترسه برای اتفاقی که قرار بیفته یا اضطراب داره. من خودم شخصا خیلی راحتم و یه خود بیخیالم شخصیتا. بعد همیشه میگم نانی جان ناراحت نباش، ولی دلیل ندارم که چرا ناراحت نباشه، چون که دلیل زیاده برای ناراحت بودن. عیسی مسیح هم یه همچین حرفی اینجا میزنه، دل شما مضطرب نشود. بابا مسیح جان یعنی چی دل ما مضطرب نشه؟ تا الان داشتیم کیف میکردیم و تو حال میکردیم، من یهو میگم من میرم یه جایی که شما نمیاین و بعد هم اتفاقات بد میفته، خائن، خیانت، صلیب، درد، این جریانات چیه؟ بعد میگه مضطرب نشوید. ولی خدا رو شکر که عیسی مسیح دلیل میده مثل من نیست. در یوحنا 13 آیه 36 به بعد میگه که شما به بهشت خواهید رفت، برای همین مضطرب نشید. در یوحنا 14:7-11 میگه که شما پدر رو میشناسید، برای همین مضطرب نشید. یوحنا 14:12-15 میگه که شما میتونید دعا بکنید، از طریق دعا با خداوند رابطه برقرار بکنید و جواب دعا خواهید یافت، پس مضطرب نشید. بعد میگه روح القدس رو خواهید یافت در 16-18، برای همین خداوند شما رو دوست داره، پدر شما رو دوست داره، پس مضطرب نشید. و همینطور ادامه میده، دلایلی میده که چرا نباید مضطرب بشیم و امروز ما در مورد این دلایل صحبت خواهیم کرد و در مورد اینی که چرا ما نباید مضطرب باشیم، چون که ما هم در چنین شرایط هستیم. ما هم در دنیای زندگی میکنیم که دنیای بدیه و جای فکر کردن زیاده، دلایل زیاد هستن که ما چرا باید بترسیم، دلایل بسیار زیادی هست. ولی باید این طرف قضیه رو نگاه بکنیم که چرا ما نباید بترسیم. در مورد این دلایل میخوایم صحبت بکنیم. در بعضی از تفسیرها در آیه 2 وقتی میگه که من میرم تا برای شما منزل آماده بکنم، در خانه پدر من منزل بسیار است، بعضی جا کلمه کاخ رو به کار برده که من میرم کاخ برای شما آماده بکنم. نمیدونم چرا اونطور ترجمه کردم، ولی وقتی به کلمه اصلی نگاه میکنی منظورش اتاقها هست، که میگه که در منزل پدر من اتاقها بسیار زیاد هست. اینطور نیست که یه کاخ اینجاست برای تو، یه کاخ بغل دستی، خیابون بغل دستی مال اون یکی برداره. نه، اینجا نشون میده که یک خانه بسیار بزرگی هست، خانه پدر، درش اتاقهای بسیار زیادی هست. و همین عیسی مسیح که روی زمین نجار بود، حالا میره در آسمان نجاری بکنه و خانه برای ما آماده بکنه، که اونجایی که او هست ما هم باشیم و این هست امید زنده ما.
اگه یادتون باشه در باب قبلی عیسی مسیح گفته بود که من میدونم از طرف پدر اومدم و پیش پدر بر میگردم. گذشتش پیش پدر بود، امن بود، آیندهش امن بود. و در مورد ایمان و امید صحبت کردیم. ایمان گذشته است، امید آینده است. و اگه این دوتا در امن باشه، در امنیت باشه، ما اون موقع میتونیم زمان حاضر رو در محبت عمل بکنیم. در کلام خودم میگه که ایمان، امید، محبت، در اول قرنتیان باب 13 اگه شبه کنم میگه ایمان، امید و محبت سه چیز اصلی هستن، ولی محبت بزرگتر از این هاست. ما وقتی به آسمان بریم دیگه به ایمان احتیاج نداریم، چون که عیسی مسیح اونجاست. به امید هم احتیاج نداریم، امیدی در کار نیست، چون دیگه آینده ای نیست، همونجا هستیم. ولی محبت هنوز اونجا هم کارساز هست. در همین محبت بزرگتر از همه این ست هست. دیگه در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مکاشفه باب 21 و 22 همین یوحنا که کتاب مکاشفه رو می نویسه یک رویای می بینه و در رویاش یه سری چیزا می بینه که در اول که در مکاشفه 21 22 اینا رو توضیح میده، ولی انگار به یک جایی میرسه که دیگه نمیتونه توضیح بده، کلمات کافی نیست برای توضیح. و بسیار زیبا میگه، میگه جایی که نه دردی هست، نه اشکی هست، نه مرگ هست، نه غم هست. و چقدر توضیح زیباییه. فرض بکنید جایی باشه که مرگ نباشه، غم نباشه، اصلا عشق هیچ معنی نداشته باشه به جز عشق شادی، و حسادت نباشه، زیرابزنی نباشه، اصلا گناه نباشه، همه چیز خوب باشه و شادی کامل باشه. ما قبل از اینکه فیلم برداری این برنامه شروع بشه کلی خندیدیم، یادتونه؟ و چقدر عالی بود نه؟ همه سلفوناتون رو در آوردیم فیلم برداری میکردیم از این خندامون. فرض بکنید این خنده‌ای که ما داشتیم هزار برابر بشه و تا ابدالآباد باشه، چقدر خوب میشه این احساس شادی تا ابدالآباد. چنین شادی خواهد بود، شادی شما میگه کامل خواهد بود و آسمان چنین جایی است. پس عیسی مسیح میگه من میرم، ولی میرم جایی آماده بکنم که شما بیایید اون جایی که من هستم و این چنین جایی هست. اومدن مسیح و بردن ما به آسمان انقدر امر مهمی است که شاگردان در لحظه‌ای که نگاه میکردن که عیسی مسیح داشت میرفت صعود میکرد به آسمان، فرشتگان رو دیدن که همین پیغام رو دادن، گفتن آقا زیاد ناراحت نباشید، همینطور که رفت همینطور هم بر میگرده و شما رو میبره. پس این امیدی هست که ما باید همیشه داشته باشیم و این امید مسلماً از کلام خدا نشأت میگیره. بیایید آیات 5 تا 7 رو بخونیم. توما بدو گفت ای آقا نمیدانیم کجا میروی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی بدو گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر مرا می شناختید پدر مرا نیز می شناختید و بعد از این او را می شناسید و او را دیده اید. بسیار زیبا. ببینید اینجا همه ترسیدن و توما که معروف به تومای شکاک است، معمولا نمیدونم چرا تومای بیچاره رو میکوبیم میگیم تومای شکاک، چون شک کرد، گفت من تا دستای سوراخ شده مسیح رو نبینم ایمان نمیارم. ولی دنبال حقیقت بود، میخواست حقیقت رو بشناسه و عیسی مسیح نشون داد. البته گفت خوش به حال کسی که ندیده ایمان بیاره، یعنی ماها که یه خوش به حال از توما اضافی داریم، بیشتر داریم. ولی در این حال یادمون نره توما اینقدر مسیح رو دوست داشت که در یوحنا باب 11 آیه 16 عیسی مسیح وقتی گفت بریم فلانجا، توما گفت بابا بریم اونجا ما رو میکشن، ولی بریم، ما رو میکشن، تو رو که میکشن ما با تو هستیم، ما رو هم میکشن، پس بریم. یعنی حاضر بود جونش رو به خاطر مسیح بده، چنین محبت والایی برای مسیح داشت و واقعا مسیح رو دوست داشت. و اینجا عیسی مسیح میگه که ببینید شما میگید من کجا میرم و چطور میتونید بیاید، من راه هستم. اگه میخواییم برین آسمان راه رو نشون بدم، منم. در آفریقا میگن یک میسیونری بود که رفته بود و
خدمت کرده بود اونجا و در طی سالیان سالی که اونجا مونده بود یک راهی درست کرده بود به یک قسمت دیگه، یک ناحیه دیگه که هیچ کس دیگه نمیتونست اونجا بره بجز این میسیونر. و یک نفر یه روز اومد گفت که من میخوام به اون جای جدید برم که شنیدم در موردش، و همه گفتن آقا فقط یک نفر راه رو برده، این میسیونر آمریکایی است که اینجا اومده این کار رو انجام داده و فقط خودش راه برده. گفت من برید پیش میسیونره. بردن تو خونهش، میسیونر اومد، دید که میسیونر زخمیه و کبود بدنش و اینقدر در این راه رفته بود و خطرات رو چشیده بود و راه رو درست کرده بود که تمام زخم‌ها روش هنوز مونده بود. بعد گفت که بله من تنها کسی هستم که میتونم تو رو ببرم، بیا بریم. و میگن 8 مایل که در این راه میرفتن این مرد ترسید. یه گفت آقای میسیونر مطمئنی که راه رو بلدی؟ و این میسیونر گفت ببین تو این جزیره هیچ کس بلد نیست، فقط منم، فقط و فقط منم که تو رو میتونم ببرم، اصلا این راه من درست کردم، اصلا میشه گفت من راهم. پس عیسی مسیح چنین چیزی رو میگه، هیچ کس نزد پدر نرفته و برگرده، عیسی مسیح تنها کس که در این ناحیه دسترسی داره. پس عیسی مسیح راهه. ولی وقتی بریم آسمان چه اتفاقی میفته؟ در اونجا حیات هست، نه؟ حیات هم خود عیسی مسیحه. یعنی اگه میخوایم زندگی جاودانی داشته باشیم به آسمان بریم، راه خود عیسی مسیح، از طریق عیسی مسیح میریم، زندگی جاودانمون از طریق عیسی مسیحه. باز پس عیسی مسیح خودش راهه و تنها راهه، پس میشه راستی، حقیقت. برای همین عیسی مسیح باز اگوئمی، کلمه یونانی رو به کار برد، من هستم، و ششمین من هستم هست، من راه و راستی و حیات هستم، من هستم. شما میخواین به آسمان برین، راه نجات چطوریه؟ فقط عیسی مسیحه. شما میخواین زندگی جاودان داشته باشید؟ عیسی مسیحه. شما میخواین حقیقت رو بچشید؟ حقیقت کیه؟ کجاست؟ عیسی مسیحه. و اجازه بدید بگم که حقیقت خیلی تنگه. عیسی مسیح گفت راه تنگه، ولی اونجا منظورش یه چیز دیگه بود، اینجا منظور من یه چیز دیگه است. راه تنگه، حقیقت باریکه، تنگه، محدوده. اگه من بپرسم 2 تا چقدر میشه، جواب چیه؟ 5 تا. نه 5 تا نیست، 4 تا. اینطور نیست؟ اگه من بگم 5 دروغه، اگه بگم 100 دروغه، 126 دروغه، 1576 دروغه، 1 میلیون، هر شماره‌ای که بگیم دروغه، اشتباهه. حقیقت فقط 1 شماره هست بین تمام این شماره ها، بین تمام این عدد ها، پس محدوده. راه فقط عیسی مسیحه. من راه، راستی، حیات هستم. منم راه، منم راستی، فقط یه دونه است، عیسی مسیح، فقط یه دونه است دیگه. راه های رسیدن به خدا زیاد نیست. راه های رسیدن به مسیح زیاده، بله. یک نفر از طریق خواب ایمان میاره، یک نفر رویا، یک نفر در کلیسا، یک نفر کتاب مقدس رو میخونه، یک نفر بشارت، یک نفر دیگه. راه های رسیدن به حقیقت زیاده، ولی راه رسیدن به خدا، به آسمان، فقط عیسی مسیحه. کلمه زوا به کار گرفته شده به معنی حیات. هر چیزی که درش حیات هست، کلمه زوا درش میتونه به کار بره. عیسی مسیح این کلمه رو به کار میبره که در من حیات هست، من حیات هستم. و بعدا مسلما میگه که اگه در من بمانید، در شما هم این حیات خواهد بود. بیایید ادامه بدیم. در زمین هم بگم عیسی مسیح مثل اون میسیونری که زخمی بود، عیسی مسیح زخمهای ما رو بر خودش گرفته که این راه رو برای ما تهیه ببینه. در اشعیا 53 میگه با زخمای او شفا یافتیم. در مورد یه چیز روحانی صحبت میکنه. ما معمولا اینو در مورد شفای جسمانی میگیم، گرچه اونم میتونه باشه، ولی در اصل همه چیز در اشعیا 53 در مورد امور روحانی است. با زخم روحانی که مرگ بود، ما امروز شفای روحانی داریم که از گناه شفا میابیم. و این زیباست. آیات 8 تا 11 رو بخونیم. فیلیپوس به وی گفت ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت
ای فیلیپوس، در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است، پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشانده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را میکند. مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. بسیار زیبا. کلمه شناخت 141 بار در انجیل یوحنا به کار گرفته شده و یکی از اون تمهای اصلی یوحنا است که میخواد به ما بگه که شناخت، اگه میخواییم خدا رو بشناسیم، از طریق عیسی مسیح است. و این شناخت خودش 4 تا در واقع مرحله داره و یوحنا وقتی از این کلمات استفاده کرده در مورد شناخت و یا خدا عیسی مسیح، این 4 نوع کلمه مختلف به کار گرفته شده. یکیش صحبت میکنه در مورد شناخت یک حقیقت، که شما در مورد یک حقیقت میدونید. مثلا نمیدونم چی بگیم، اینکه یهودا خائن بود، مثلا یهودا خائن بود، البته اینو نمیدونستن، ولی مثلا بگیم بذارید یه مثال دیگه بزنم. این کتاب، این یک کتابه، این یک حقیقته، نه؟ ما میدونیم این رو. دومین حقیقت اینه که این کتابی که نوشته شده، کی اینو نوشته؟ این یه خود الان عمیق‌تر شد. و سومیش رابطه با این حقیقت هست و یا ایمان آوردن، که من ایمان دارم که هر چیزی که در این کتاب هست من رو نجات میده. و چهارمیش یک رابطه نزدیک‌تر، که عیسی مسیح گفت در را میکوبم اگه باز بکنید میام تو. و حتی در مورد شناخت، در مورد روابط زناشویی استفاده شده، که مثلا میگه ابراهیم ساره را شناخت و بعد پسرش متولد شد. پس اینجا در مورد شناخت، در مورد رابطه بسیار صمیمی، یکی شدن، عیسی مسیح میگه که خیلی ها شاید عیسی عیسی بکنن، مسیح مسیح، نمیدونم خدا خدا بکنن، بعد موعظه میکنن، حتی به اسم من شاید دیوها بیرون کردن، شفا میدن، ولی من یه روز میگم شما رو نمیشناسم، چون که انگیزتون اشتباه بوده. بله، خدا استفاده کرده، کارشو کرده، طرف شاید ایمان داشته، توی که موعظه کردی ایمان آورده طرف، ولی تو هیچی بهت نمیرسه، اصلا تو ایماندار نبودی، من هیچ وقت تو رو نشناختم. کلمه شناخت رو به کار میبره، یعنی وارد تو نشدم، با تو یکی نشدم. پس یکیش اینه که من میدونم این چی میگه، دومیش اینه که من میدونم پشت این حقیقت چه چیزی نهفته است، سومیش من ایمان میارم در عمل، چهارمیش من رابطم خیلی نزدیکتر میشه. حالا عیسی مسیح میگه که منو بشناسید. یک بار دیگه این آیه رو بخونیم. کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چطور میگی فیلیپوس که منو نمیشناسی؟ اگه منو ببینی پدر رو میبینی. آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ فیلیپوس چی گفت؟ گفت پدر را به ما نشان بده، میخواییم ببینیم. ولی عیسی مسیح گفت باور نمی کنی؟ ما معمولا میگیم خدا نشون بده به من اینو، عیسی مسیح میگه ایمان بیار. پس با دیدن نیست، با ایمانه که ما رو میشناسیم، نه اینکه ببینیم. خیلی ها میگن اگه من یک خوابی ببینم، یک رویایی ببینم، یا مسیح همین الان از در بیاد تو بگی آقا منم واقعا راه راستی، بعد من ایمان میارم. پس نشون بده عیسی مسیح خودتو به من، من ایمان میارم. عیسی مسیح میگه نه، ایمان بیار بعد من نشون میدم. و وقتی ایمان میاری در روح مسلما میبینی حقیقت رو و چشمات باز میشه. اینجا یوحنا داره تاکید میکنه که کلام خداوند با اعمال خداوند یکیه. اون چیزی که میگه و اون کاری که انجام میده جدا شدنی نیست، جدا نشدنیه. نه فقط ما باید امروز به کارهای عیسی مسیح ایمان بیاریم، بلکه به کلام عیسی مسیح ایمان بیاریم. خیلی ها میگن که من ایمان دارم که عیسی مسیح مثلا پسر خداست، ولی در عمل نشون نمیده. ما هم در زبان ایمان میاریم، هم در عمل ایمان میاریم. پس
ایمان با باور فرق میکنه. من باور دارم که عیسی مسیح پسر خداست. من باور دارم که عیسی مسیح تنها نجات دهنده است. ولی وقتی میگه من ایمان دارم، ایمان درش عمل هست. و کلمه ایمانی که به کار میبره اینجا یعنی ایمان مکرر، یعنی هر روز ایمان میاری. این تو نیست که یک بار من ایمان آوردم تمام شد، هر روزه ایمان میاری. همطور که در جلسه قبل در مورد اعتراف صحبت کردیم که کلمه‌ای که به کار برده شده اعتراف مکرر هست، همینطور ایمان مکرر هست و این دوتا با هم دیگه زندگی ما رو جلو میبره. اینجا بیایید ادامه بدیم. در آیه 12 تا 15 اتفاقات جالبی میفته. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آورد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من اون را به جا خواهم آورد. اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. بسیار زیبا. کلمه محبت 56 بار تکرار شده در انجیل یوحنا و باز یکی از تمهای اصلی هست. محبت، نور، تاریکی و اطاعت و شناخت از اون تمهایی است که یوحنا خیلی در موردش صحبت میکنه. در این آیات آیا سوالی برای شما پیش میاد؟ برای جیبت منظور از کارهای بزرگ چیه؟ مثلا عیسی مسیح مرده رو زنده کرد، آیا کارهای بزرگتر از اونم وجود داره؟ عیسی مسیح مرده رو زنده کرد، ما زنده رو میکشیم میمیره. اونم یک کار بزرگیه. نشیخی میکنم. بله، ببینید یه اتفاقی که میتونه بیفته که میتونه باعث تضعیف ایمان ما بشه اینه که ما به کلام خدا نگاه بکنیم. مثلا در عهد عتیق اتفاقات بسیار بزرگی افتاد، بعد بگیم امروز چنین اتفاقاتی نمیفته. ولی مثلا 1000 سال رو در چند صفحه نوشتم و اون پررنگ ترین ها رو نوشتم و ما میبینیم که خداوند بله با موسی صحبت کرد، طرف صداشو شنید، زنده شد، ولی هر روز این اتفاق نمیافتاد. حتی اعمال رسولان در 40 سال اتفاق افتاده که اینا رو در چند باب نوشتن و اون قسمت های اصلی رو نوشتن. پس اینطور نیست که هر روز این اتفاقات می افتاد و امروز نمی افته. عیسی مسیح بله مرده زنده کرد و هر روز نبود مسلماً، ولی امروز وقتی نگاه می کنیم می بینیم که خادمین خداوند کارهای بزرگتر از اون انجام دادن. اولا خیلی از مرده هایی بودن که زنده شدن. من یکی از اون افراد رو می شناسم به شخص که مرده بود برای یک روز تمام بعد زنده شد، در تاجیکستان هست و تمام خانوادهشون به عیسی مسیح ایمان آوردن بعد از این اتفاق. و خیلی از این داستان ها شنیدم از میسیونرهای مختلفی که مخصوصا در جاهایی که مشکلات پزشکی بوده عیسی مسیح به طور خاص شفا آورده و یا حتی حیات آورده برای مردگان. و میبینیم که کارهای بزرگتر انجام شده. عیسی مسیح مثلا در طی اون 3 سالی که خدمت کرد عده کمی بهش ایمان آوردن، ولی 40 روز بعدش، 50 روز بعدش پتروس 7 دقیقه موعظه میکنه، 3000 نفر ایمان میارن. خیلی بزرگتره. و امروز میبینیم که میلیون ها نفر ایمان آوردن، زندگیاشون عوض شده. خیلی بزرگتره. عیسی مسیح اگه نمیدونم 1000 نفر رو شفا داد، امروز هزاران میلیون ها نفر شفا پیدا کردن تا به امروز. پس کارهای بزرگتر انجام شده. بله، سوال خیلی خوبی بود. در یوحنا باب 13 میگه که هر چیزی رو که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. این برای شما سوال پیش نمیاره؟ هر چیزی بازم سوال پیش آمد. وقتی که عیسی مسیح در باب 14 آیه 13 میفرماید که و هرچه به نام من بخواهید و آن را انجام خواهم داد، پس چرا بعضی موقعا جواب دعاها رو نمیگیریم؟ دقیقا همین اتفاقا سوال برای من پیش اومد. جوابش اینه، نمیدونم، شوخی میکنم. جوابش اینه که در آیه 9 و 10 در یوحنا باب 14 به ما گفته شده که عیسی مسیح اراده پدر رو انجام میده
و در پدر هست و برای همین هر چی از پدر میخواد پدر انجام میده. من و تو هم اگه در اراده کامل خداوند باشیم هر چیزی که بخوایم بله انجام میشه. پس اگه اراده خداوند هست بله. اگه من دعا کنم که در نام عیسی مسیح یک مرسدس بنز آخرین سیستم میخوام، آمین، مسلمه مرسدس بنز نمیاد. ولی اگه من واقعا در اراده خدا هستم و میدونم که اراده خداوند هست برای من که مثلا $10,000 پول جمع بکنم که بدم به فقرا در آفریقا یا هر چیزی، اگه واقعا در اراده خداوند هست، باور کنید خداوند از طرق بسیار عجیب غریب $10,000 که چه ارز کنم $1,000,000 هم میاره. اگه برای خداوند هست، در اراده خداوند هست، خیلی از شفاها اتفاق میفته وقتی میخوایم اگه در اراده خداوند هست. بعضی از شفا در اراده خدا نیست، برای همین انجام نمیشه. پس ما میخوایم ولی در این حال دعا میکنیم که خداوند اراده تو کرده بشه نه اراده من. از آیه 16 تا 18 رو الان نمیخونیم، گرچه میخواستم بخونیم، ولی توضیحش بیشتر خواهد بود و در این برنامه جا نمیده، پس در برنامه بعد خواهیم گفتین رو. خدا شما رو برکت بده و میخوام تشویقتون بکنم که سوالاتون بیشتر بشه از کلام خدا، چون که جواب همون بیشتر خواهد شد. باشد که در اراده خداوند باشیم و در اون موقع است که میتونیم بگیم خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم.